خانم کسمایی سال 1401 رو شما چطور درک کردید؟ سالی که گذشت در واقع شاهد جدیدی از بیداری ایرانیان بود بیداری ایرانیان روندیه که هر از چند سال در واقع با جلوه تازه ای به نظر من بروز میکنه و مرحله نو رو پشت سر میذاره این ویژگی برجسته این دور از بیداری و آگاهی خب نقش زنان و خواسته هاشونه و هم در کارزار خیابون هم در طرح شعار و این اون نکته اصلی به نظر من این دور از اعتراضاته که به باور من با نوعی خداگاهی ملی همراه شده و به همین خاطر اخشار دیگر هم با خودش برانگیخته و به خودش پیوند زده البته اونچه این روزها در خیابون ها تبلور پیدا کرده نشونه بیرونی تبلور بیرونی اون چیزیه که سالیان در دل جامعه رشد یافته بوده خواسته های 44 ساله یا بلکه 100 اندی ساله و حالا زبان و شکل بیان خودش رو توسط نسل جوان و حتی نوجوان پیدا کرده و با شدت و حدت تازه مطرح شده از این رو سال 1401 سالی ماندگار در تاریخ مبارزات ملت ایران زن زندگی آزادی به نظر شما این شعار به چه معناست و چه اندازی رو در سال 1402 پیش روی ما قرار میده شعار زن زندگی آزادی از نظر من نقطه عطفیه در تاریخ مبارزات مردمی رو که بهش اشاره کردم یعنی بار اولیه که نام زن بر تارک خواسته های مبارزات نشسته بار اولیه که زن نماد و قهرمان این مبارزاته بار اولیه که برای قهرمانان زن گیس بریده میشه زنای ایرانی از دوران مشروطه در مبارزه برای آزادی و حقوق خودشون درگیر بودن اما هر بار از برخورداری از های جنبش های انقلابی محروم موندن با این حال روند رشد و توسعه جامعه طوری بوده که به بخشی از خواستهای زنان در طول سالیان پاسخ داده شده اما این بار این خود زنان هستند که مبارزه را هدایت میکنن هجاب بر فریاد آزادی سر میدن و آزادی رو با نام زن و عشق به زندگی پیوند میزنن این زن زندگی آزادی در واقع اصاره مبارزه صد سال است نه تنها زنان ایرونی بلکه تمام ملت ایران به نظر من نماد بیداری و خداگاهی تاریخ مدرن ماست و این تنها یه شعار نیست به نظر من برنامه برای آینده برای جامعه که نسل جوون ما میخواد فردا بسازه بیان ارزش های بنیادین اون جامعه فرداست که پیش از اون که در عرصه سیاسی سیاسی اجتماعی در واقع بخواد پیریزی بشه در ذهنیت ما در روح و روان ما ریشه دوونده گام بعدی هم ما این اینه که این برنامه یا این مانیفست که مخرج مشترکی میان همه افراد و گروه ها به نظر من نیروها این چگونه باید تحقق پیدا کنه و این همون پرس، پاسخی به پرسش شما که در این مقطع از جنبشم به نظر میرسه که همه در پی پاسخ به اونن در داخل خارج منشورها نوشته میشه خواسته ها مدون میشه نیروها و افراد دور هم جمع میشن فکراشون رو, رو هم میذارن تا ببینن به همین پرسش بتونن پاسخ بدن که چه چشماندازی برای فردا میشه رقم زد و چگونه اهمیتش در همین چگونه است به نظر شما به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی عبور کردیم سوال جالبیه اون چی که در این اعتراضات خیلی چشمگیره محتوای فرهنگی و مرزبندی روشن اون با فرهنگ جمهوری اسلامیه اشکال در واقع اعتراضی جوانان زنان و دیگر دیگران محتوای فرهنگی متفاوتی از اونچه رژیم در این چهاردهه خواسته به مردم تحمیل کنه محتوای فرهنگی تفاوت داره نه تنها از فرهنگ دیرینه ما نشأت میگیره که در واقع ستون فقرات هستی تاریخی ملت ما هم بوده و در برگیرنده نیازهای بسیار طبیعی و جهانشمول شمول انسانی است یکی از مثلا نشونه های بارز اون برای نمونه این رقص و پایکوبی گروهی در کوچه و خیابونه میدونین از چند ماه پیش از جنبش محسا یعنی در واقع در دو سه سال اخیر شبکه های اجتماعی پر بود از صحنه های هماوایی رقص دست جمعی گرد همایی شاد در کوچه و بازار همون زمان این پدیده مو... توجه من جلب کرده بود به خودش این رقص و پای کوبی همراه با موسیقی رو به چند گونه میشد برداشت کرد مهمترین جنبه اون نیاز به باهم بودنه که شاخص مهمیه توی یک جامعه جامعه ای که مردمش از هم گریزان باشن جامعه سالمی نیست رژیمای توتالیتر تمام هماغمشون اینه که مردم رو نسبت به هم بدبین و بیگانه بکنن اگر هم گرد همایی شکل میگیره در چارچوب پروپاگاندای رژیم باشه مثل مثلا گردمایی های میلیونی که در آلمان نازی میدیدیم یا رژه های نظامی که در میدان سرخ مسکو دیده میشه میشد و الان هم متاسفانه میشه یا مثلا راه بیمایی های آشورا تاسوا در همین جمهوری اسلام اما تفاوت اینا با اون که در این چند سال ما در خیابان را ایران می دیدیم این بود که این گرد همایی خودجوش و آزاد بود و در برابر فرهنگ مذهبی حاکمان شک می گرفت نکته دیگه نیاز به شادیه یعنی اگر نکته اول نیاز به باهم هم بودنه نکته دوم نیاز به شادیه شادی در جمهوری اسلامی جز منکرات بود و هست و به ایدئولوژی مرک پرست رژیم ولایی تنها گریوزاری مجازه البته سوگواری جز این نیازهای انسانیه کسی منکرش نمیشه اما یگانه نیاز نیست جایگزیر کردن شادی با اشک و غم و ماتم این اون چیزیه که مردم ما دست رد بسید زدن نکته دیگه مسئله بدن زنان است رقص و آواز خب هر دو باز از ابتدای رژیم ممنوع اعلام شد هرچند در فضای فضاهای خصوصی مردم به این ممنوعیت گردن نذاشتن ولی خب در فضاهای عمومی مثل کوچه و بازار رقص و آواز به ویژه رقص و آواز زنان ممنوع بود چرا که بدن زن اصولا نباید دیده میشد حالا چه برسه به اینکه بخواد به خودش پیچ و تاب بده و همراه با موسیقی دست افشان و پاکوبان همراه بشه در واقع ما شاهد بودیم که زنان و دختران در کنار مردان و پسران از هر سنی اینجا دیگه نه تنها جوانان بلکه از هر سنی با هم میرقصیدن و آواز میخوندن این نکات دیگه هم میشه برشمرد تو این راستا اما همه این نکات ما رو به یک نتیجه میرسونه که فرهنگ مردم عادی کوچه و بازار عملا دست رد به سینه اون فرهنگ قالب که از سوی رژیم تحمیل میشد زده بود حالا تبلور این دست رد رو ما در این اعتراضات هم داریم میبینیم بروز اعتراضات در قالب همون فرمی جاری شده که از چند ماه یا چند سال پیش میگم که میشد حسش کرد میشد دید در خیابان رایج بود این فرم مقاومت فرهنگیه به نظر من فرهنگ فرهنگی که از فردا انقلاب 57 در برابر فرهنگ آخوندی جمهوری اسلامی مقاومت کرد در زمینه هایی چون هجاب تا حد عقب نشینی کرد ولی بعد دیدیم که این مبارزه بر در برابر هجاب اجباری در واقع میلیمتر به میلیمتر انجام شد در زمینه های مثل نوروز و آین های نوروزی استادگی کرد برای اینکه بخوام پاسخ بدم به پرسش شما که آیا ما عبور کردیم یا نه باید بگم که به نظر من ما هرگز در فرهنگ جمهوری اسلامی نیستاده بودیم که حالا از اون عبور کرده باشیم از فردا انقلاب 57 یک کارزار فرهنگی شروع شد که فرهنگ تحمیلی در برابر فرهنگ آینهای ملی ایستاد این رویارویی بود اما هرگز پیروز نشد خمینی حتی مایل بود که آینهای نوروزی رو ممنوع اعلام کنه که خب نتونست با مقاومت سرسختانه مردم رو بروش از همون روز اول بنابراین سنگر فرهنگی یکی از سنگرهای مهم مبارزاتی مردم بود جدا از گرایش‌های سیاسی گوناگون در جامعه هیچ فرقی نداشت شما راست باشی چپ باشی کرد ترک لور باشی همه با هم همه هفت سین میچینن میچیدن میچینن چهارشنبه سوری رو پاس میداشتن و نوروز و جشن میگرفت این نکته منو میرسونه به نکته مهمتری که میخوام یادآور بشم و اون اینه که در طول تاریخ دیرپای ما ما بارها دچار شکست نظامی شدیم از مغول و ترک و عرب و غیره اما هرگز در زمینه فرهنگی تسلیم نشدیم بلکه حتی کسانی که بر ما سلطه سیاسی نظامی پیدا کردن بعد از یک مدتی مورید فرهنگ ما شدن و این یعنی پیروزی فرهنگی شکست سیاسی نظامی اما پیروزی در قلم روی فرهنگ و این راز دیرپایی ملت و تاریخ ماست این فرهنگ ما رمز جان سختی ماست و این نکته یه که به نظر من هرگز نباید فراموش کنیم